حالا انگار خواستن خونه رو مفتی بدن به من. وای، بانو داره زنگ میزنه، باورم نمیشه. الو سیمای. سلام. به به، سلام، خیلی تعجب کردم زنگ زدی. آخه چرا؟ نمیدونم، آخه فکر نمی کردم شمارم رو سیف کرده باشی. ولی دیدی که سیف کردم. خب چه خبره؟ خوبم، خواستم حالتو بپرسم ببینم کوزه پیشته؟ نه، من خونم الان. دیشب بعد خونه شما منو رسوند و رفت. اینجا نمون چون صبح کار داشت، باید میرفت. یعنی تنهایی؟ آره خب تنهام، یعنی با هم خونه ای من مروه. خوبه، پس با هم بریم یه گشتی بزنیم. منم امروز تنها. باشه حتما. کجا بریم؟ بیا خونه ما، یا با هم دیگه میریم بیرون، یا اینکه میمونیم غیبت دیشبو میکنیم. خوبه نه؟ خیلی هم عالیه. اگرم با کوزه برنامه داشتی بعدش میری. امروز دیگه از اون خبری نمیشه، فکر نکنم زنگ بزنه. باشه، پس منتظرتم. زود پاشو بیا. باشه، الان آماده میشم، میبینمت. بانو گفت میخواد امروز با هم باشیم. بانو سینانر؟ منو دعوت کرد خونهشون، میخواد با هم دوست بشیم. چی میخوای بپوشی؟ وای، حالا چی بپوشم؟ بلوزی که تازه خریدی و میدی؟ وای دادمش خوشویی. وای نه، بالاخره یه عکسی پیدا کردم که توش ونوس خندیده باشه. خیلی ممنون. من تو همه عکس دهنم این هوا بازه. دیشب خیلی خوشگل شده بودی، مثل همیشه خوب، ولی لباست فوق‌العاده بود. خیلی ممنونه. خیلی به هم دیگه میاین. تو از کجا میدونی؟ تو آنتالیا هم جان کاتمان اغلو رو دیده بودم. بعد عکساتون رو تو روزنامه ها دیدم. رابطه بین من و جان نیست. ولی اگه بود خیلی به هم میامدی. دیشب هم همش کنارت بود. میخوام یه رازی رو بهت بگم. چی؟ ولی فعلا نمیخوام به کسی بگی، مخصوصا به کوزه. میگم نکنه گونه دوست پسرمه. باورم نمیشه. قول دادی به کوزه نگی، ولی بالاخره چند روز دیگه همه میفهمن، چون که جمرم فهمید، یعنی از امروز صبح میدونه دیگه، اونم فهمیده. یعنی خودم هم این حسو کرده بودم. جدی میگی؟ اون روز که همه خونه کوزینا بودیم، روزی که کوزی از بیمارستان اومده بود، دختره همچین با غضب بهت نگاه میکرد. تو دلم گفتم آخه چرا؟ خب یه چیزایی حس کردم. آخه اونا اون روز با گونه دعوا کرده بودن. آره، خیلی قبلترش جدا شده بودن، کوزی بهم گفته بود. بذار خبر مهم رو بهت بدم. میدونی جمره چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ میخواسته برادر ما از را به در کنه تو شب نامزدیش. باورم نمیشه. نمیخوام گنهگم بفهمه، اینجوری اوضاع به هم میریزه. عجب مارمولکی بودا. فکر میکنی چرا ونوس تمام شب قیافش ناراحت و عصبانی بود؟ تحمل دیدن جمره رو نداره. خب حقم داره، دیگه نمیخواد قرار دادی با اون داشته باشین. خب آره، نمیدونم دیگه، من دخالت نمیکنم، هر کاری که دلشون میخواد بکنن. حیف، دختره خیلی امیدوار شده بود. آره، ولی اونم کار بدی کرده. خیلی خوب، بگذاریم. تو فعلا از اینا چیزی به کوزه نگو باشه؟ نمیگم. ببینین عکسم قشنگ شده؟ اتاقت خیلی خوشگله، منظرش هم عالیه. اینجا حس شاعری به آدم دست میده. هر روز که چشمت این منظره رو ببینه دیگه برای جذاب نیست. چطور میتونه جذاب نباشه؟ ببخشید. بیا تو جاهیده، بیا. لباساتون از خوشویی اومده بانو خانم. به کارت برس. تو با جمره رابطه خوبی داری؟ نه بابا، فقط در حد نامزد برادر کوزه. من و جمره از اول انرژی مثبتی از هم نگرفتیم. هر وقت از کسی انرژی منفی بگیرم حتما یه روز ازش آسیب میبینم. دقیقا،
منم باید دفعه اول یکی به دلم بشینه و الا بعدش امکان نداره. غیر از این به مشکل برمیخوریم. ولی دختر خوشگلیه. نه بابا، اصلا از بس اینو بهش گفتن فکر کرده چه خبره. به نظر من که اصلا خوشگل نیست. جذابه. یه زمانی گناه دلش براش ضعف میرفت. یه مدت با کوزیم رابطه داشته، میدونستی؟ نه بابا. علی و گناهی که با هم حرف میزدن شنیدم. فکر کنم قبلنا تو مدرسهشون یه رابطه هایی داشتن. باورم نمیشه. در یه زمان با هر دو برادر بوده؟ یکی رو ول کرده رفته سراغ اون یکی. میونه یه برادرها رو اون به هم زده. بین گنهی و کوزهی همیشه یه درگیری هست، درسته؟ منم متوجهش شدم. از وقتی برادرش برگشته حالی گنهی گرفته شده. کوزهی هم یه جوریه، خیلی عصبیه، با همه درگیر میشه، آماده ی دعواست، پر از استرسه. طبیعیه که اونطوری باشه. فکرشو بکن، چند سال حبس کشیده تو زندان. اون موقعی که تصادف کرده، البته خیلی کوچیک بوده. آره خب، دبیرستانی بوده، گواهینامه هم که نداشته. تو اون سن و سال فکر کن باعث مرگ یکی بشی. داغون شده، بهترین سالای عمرشو تو زندان گذرونده. خیلی وقتم نیست که از اونجا اومده بیرون، طبیعیه که هنوز از جو اونجا بیرون نیومده. حق با توه. خیلی کلاف است، به خاطر همین عصبیه. اونم برادرشو خیلی دوست داره. فکر نکن نسبت به هم سردن، اتفاقا خیلی هم به هم وابستن. خب برادرن دیگه. به نظرم نقطه ضعف گنه کوزه. اونا خیلی هوای همدیگر دارن، هر چقدر جمره تلاش کنه نمیتونه میونشونو به هم بزنه.